و نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان امیدوار استم که هر کجایی که هستید جور سالم و صحتمند باشید با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما عزیزان به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک صنف هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساپ ما را یادداشت کنید شماره ما است 964 780 255 413 از طریق این شماره میتونید با ما در ارتباط باشید اگر سوالی در جریان این درس دارید از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید <applause> خب شایدهای عزیز و نازنین قصد داریم که درس پانزده همه با هم دیگه آغاز کنیم در این درس یاد میگیریم که فایده مکانیکی ماشین ها را چه قسمی با هم دیگر محاسبه کنیم و دریافت کنیم اما قبل از شروع درس یک مرور کوتاهی داشته باشیم بر درس جلسه قبل در درس جلسه قبل ما ماشین ها را معرفی کردیم گفتیم که ماشین ها و دستگاه هستند که انجام دادن کارها را برای ما راحت تر دیگه باز در ادامه انواع ماشین ها رو گفتیم گفتیم که ماشین ها یا ماشین های ساده هستند یا ماشین های مرکب یا پیچیده هستند ماشین های ساده ساختار ابتدایی دارند که از ترکیب چند تا ماشین ساده ماشین مرکب ایجاد میشه انواع ماشین های ساده رو گفتیم مثل رافع مثل سطح مایل و دیگه ماشین های ساده که خدمت شما عزیزان معرفی کردیم باز در ادامه رافعه ها را مورد بررسی قرار دادیم گفتیم که برای بلند کردن یا کشیدن از این رافعه ها استفاده میشه بعد رافعه ها گفتیم که انواع مختلفی داره رافعه نوع اول نوع دوم و نوع سوم معرفی کردیم در رافعه نوع اول تکیهگاه یا نقطه اتکا وسط قرار داشت و قوه مقاوم و قوه عامل در دو طرف بود در رافعه نوی دوم قوه مقاوم وسط بود و تکیگاه و قوه عامل در دو طرف و در رافعه نو سوم قوه محرک یا قوه عامل وسط بود و تکیگاه یا و نقطه و قوه مقاوم در دو طرف از این قرار داشت انواع رافعه را پس ما با همدیگه یاد گرفتیم قوانین رافعه را هم خدمت شما عزیزان گفتیم اما میریم سراغ درس امروز فایده مکانیکی ماشین ها فایده مکانیکی ماشین شاگردای عزیز به ما نشان میده که ماشین قوه وارده را چند برابر کرده در واقع فایده مکانیکی نشان میده که ماشین ها چگونه به ما کمک میکنن است؟ پس اگر ما بتانیم فایده مکانیکی یک ماشین محاسبه کنیم میتونیم بفهمیم که ماشین از چی طریق به ما کمک کرده فرمول محاسبه فایده مخانیکی ماشین ها را ما خدمت شما عزیزان بیان میکنیم به این صورته که اگر شما قوه مقاومت تقسیم بر قوه عامل کنید میتونید که فایده مخانیکی را دریافت کنید یا اگر در یک سوالی به شما طول بازوی عامل و طول بازوی مقاومه دادن میتونید از تقسیم طول بازوی عامل بر طول بازوی مقاوم باز هم فایده مخانیکی را دریافت کنید خب فرمول از با همدیگه روی تخت سیام مینویسیم سیم اجزای از زیر معرفی میکنیم تا در استفاده از فرمول شما دچار مشکل نباشید خب فرمول محاسبه ما به چه صورته؟ شاگردای عزیز و نازنین ما فایده مکانیکی را در فیزیک با ام ای نمایش میدیم. سعی است ام ای. ای پس نشان فایده مکانیکیه. بعد گفتیم چه قسمی محاسبه میشه گفتیم نسبت قوه عامل نسبت قوه مقاوم قوه مقاوم با چی نشان میدادیم با آر دیگه سایسته در جلسه قبل یاد گرفتیم بر قوه عامل قوه عامل هم که با این نمایش میدادیم حالا کتاب شما با اف نمایش داده ما با این نمایش میدیم از این طریق میتونیم فایده مکانیکی می رو دریافت کنیم حالا یک زمانی هسته که در صورت سوال در مسئله ها به جای اینکه قوه عامل و قوه مقاومه به شما بدن طول بازوها رو به شما بدن شما از طریق طول بازوها هم میتونید که فایده میخانیکی را دریافت کنید به چه صورت؟ میگیم که اگر شما طول بازوی عامل تقسیم بر طول بازوی مقاوم کنید میتونید که فایده که رو دریافت کنید پس یا از نسبت آربعی سوال حل کنید در صورتی که قوه ها رو به شما داده باشه یا از نسبت الی بر ال آر استفاده کنید در صورتی که طول بازوها رو به شما داده باشند. از اینا شما میتونید استفاده کنید نکته ای که وجود داره شاید سوال شما در ذهنتان ایجاد بشه که واحد از چی هست ما گفتیم هر کمیتی در فیزیک باید واحد داشته باشه دیگه اما اینجا نگاه کنید آر قوه مقاوم ما است واحدش چیه؟ واحدش نیوتنه این چیه؟ این قوه عامل ماست واحد از این چیه؟ واحد از این هم نیوتنه نیوتن با نیوتن اختصار میشه پس فایده مکانیکی دارای واحد نیسته یا از این طرف نگاه کنید طول بازوها اگر طول بازوی مقاوم با متر به شما داده باشه و طول بازوی مقاومم با متر داده باشه باز هم اینا با هم اختصار میشن و نتیجه ای که ما میگیریم میگه که فایده ای میخوانه که بدون واحده یعنی واحد نداره چون واحدش با هم دیگه اختصار میشه اما چیزی که باید حواستان باشه در حل مسئله شاگردای عزیز اینه که هر دوی اینها درست واحد نداره ولی هر دوی اینها باید واحدش یکی باشه اگر آره به شما به داد ای هم با نیوتن باشه نمیشه که آر شما بر اساس نیوتن بنویسین ولی ای بر اساس داین باشه خب جواب مسئله غلط است باید تبدیل واحد انجام بدید اینجا یا اینجا طول بازوها رو وقتی به شما میده. نمیشه که طول بازوی الی ای شما بر اساس متر باشه باز الی آر را بر اساس سانتی متر به شما بده با شما تقسیم انجام بدین باز هم جواب مسئله شما اشتباهه. پس یک تبدیل واحد اینجا باید انجام بدین هم صورت هم مخرج با دارای عین واحد باشه اما ما به شما گفتیم که فایده این مکانیکی نشان میده که ماشین چگونه به ما کمک میکنه خب این از کجا بفهمیم حالا فرمولا که به شما گفتیم آمدیم ما فایده این مکانیکی رو هم دریافت کردیم حالا از کجا بفهمیم که این ماشین چگونه به ما کمک میکنه خب ما یک نکته مهم به شما میگیم طبق از این نکته که در کتاب درسی هم نیامده ولی شما میتونید طبق این نکته بفهمید که ماشین چگونه به شما کمک میکنه قسمت اول میگیم که اگر شما فایده مکانیکی رو دریافت کردین و حاصل شما بیشتر از یک شد این نشان میده که ماشین شما قوه رو افزایش داده پس از طریق افزایش قوه به شما کمک کرده پس اگر فایده مکانیکی بیشتر از یک شد ماشین قوه رو افزایش میده دو اگر فایده مکانیکی کوچکتر از یک شد یعنی شما آمدید حساب کردید کوچکتر از یک شد اینجا ماشین مسافت اثر قوار افزایش میده اینا رو در جلسه قبل گفتیم نکته سوم اگر فایده مکانیکی برابر با یک شد یعنی شما حساب کردید نسبت خودتان مثلا نسبت آر گرفتین یا ال ای به ال آر گرفتین این برابر با یک شد اینجا نشان میده که ماشین فقط از راه تغییر جهت قوه به ما کمک میکنه اینجا دیگه قوه افزایش نمیده پس از این سه تا نکته ای که ما شما به شما عزیزان گفتیم میتونید تشخیص بدین که ماشین چگونه به ما میتونه کمک کنه خب حالا که فرمول به خوبی یاد گرفتین چند تا مثال با هم دیگه حل کنیم تا با حل مسئله در قسمت فایده مکانیکی شما تسلط پیدا کنید مثال اول ببینیم در یک ماشین با وارد کردن قوه سی نیوتن می توان یک وزنه 600 نیوتن را بلند کرد فایده مکانیکی ماشین را حساب کنید و ماشین از چه راهی به ما کمک می کند خب این سوال با هم دیگه حل کنیم طبق فرمول و نکاتی که به شما عزیزان گفتیم خب اطلاعات مسئله را می نویسیم در یک ماشین با وارد کردن قوه سی نیوتن خب قوهی که ما به ماشین وارد کنیم. قوه عامل دیگه سیستام پس قوه عامل با این نمایش میده میگیم این برابر با سی نیوتن میتوان یک وزنه 600 نیوتن را بلند کرد خب وزنه اینجا دیگه در حکم قوه مقاومت داره دیگه سیستام مقاومت میکنه دیگه پس اینجا میگیم که قوه مقاوم ما آر مسایبا با 600 نیوتن هسته. فایده مکانیکی ماشین را حساب کنید میگیم که ام از ما خواسته مجهول مایه و در ادامه ماشین از چی رایی به ما کمک میکنه این را از کجا میفهمیم باید اول MA حساب کنیم میگیم که ام ای مساوی بود با نسبت آر به ای e. چرا از نسبت آر به ای e رفتم چون آر ای رو دارم دیگه طول بازواره که اینجا به ما نداده خب MA ای مجهوله MA. آر چقدر بوده؟ آر 600 نیوتن بوده یعنی در می 600 نیوتن بر ای ما هم سی نیوتن بوده حواستون هسته دیگه هر دوش واحدش عین چیزه دیگه هر دو نیوتن هم پس سی نیوتن هم قرار میدیم اینجا حالا اینا رو با هم دیگه اختصار میکنیم میگیم که 60 و سی میشه دو یک صفر دیگه هم داریم میشه 20 واحد هم که نداره پس فایده مکانیکی ما دریافت کردیم برابر با 20 شد حالا از کجا بفهمید که ماشین از چی رای به ما کمک میکنه چون ام ای ما ای این صورت میگیم ام ای بیشتر از یک شد پس نتیجه ای که ما میگیریم اینه که ماشین از طریق افزایش قوه به ما کمک کرده پس میگیم که افزایش افزایش قوه سعی شد هم شد از حل این سوال ما سوال بعدی رو با هم دیگه بخوانیم گفته قوه مقاوم در یک رافعه 80 نیوتن و قوه عاملی که برای جابجا کردن آن استفاده شده است 20 نیوتن است فایده مکانیکی را دریافت کنید رافعه هم از نوع ماشین های ساده به حساب میدیگه دیگه بعضی مثلا مستقیم ماشین میگه بعضی مثلا شما میبینید که از نوع ماشین های ساده مثلا رافعه صحبت میکنه خب اینا با هم حل کنیم قوه مقاوم در یک رافعه 80 نیوتن پس قوای مقاوم به ما داده R مساوی با 80 نیوتن قوه عاملی که برای جابجا کردن آن استفاده شد 20 نیوتن هم. پس قوه عامل یا ایرم به ما داده 20 نیوتن فایده مکانیکی رو فقط از ما خواسته باز هم فرمول ما می نوستیم ولی توجه می کنیم که هر دوش عین واحده پس تبدیل واحد لازم ندارم میگم که ام ای مساوی میشه با نسبت آر به ای. خب مساوی میشه با آر ما برابر با 80 نیوتنه ای هم برابر با 20 نیوتنه اینا رو اگه تقسیم کنین برابر با چهار میشه پس فایده مکانیکی ما برابر با چهار شد چون چهار هم بیشتر از یک هسته پس این ماشین از طریق افزایش قوه به ما کمک میکنه سوال بعدی رو با هم دیگه ببینیم گفته اگر فایده میخانیکی یک رافعه برابر با دو باشد اینجا دیگه فایده میخانیکی رو داده مستقیم و اندازه قوه مقاوم برابر با 150 نیوتن باشد اندازه قوه محرک چقدر باشد تا رافعه در تعادل باقی بماند خب این سوال هم حل کنیم ببینیم که چه قسمی حل میشه فایده این مکانیکی رافع برابر با دوی پس ام ای اینجا به ما داده ام ای مساوی با دو اندازه قوی مقاوم 150 نیوتن پس آره هم به ما داده 150 نیوتن اندازه قوی محرک چقدر باشه قوی محرک همون قوی عامله گفتیم هر دوش یک معنا رو میده پس اینجا ایر از ما خواسته تا رافع در تعادل باشد باز فرمول می نویسیم میگیم که ام ای مساوی میشه با نسبت R به E خب ایمه به ما داده دو قرار میدیم R را هم به ما داده 150 نیوتن بر E تقسیم میکنیم حالا جایش عوض کنید E برابر میشه با 150 بر دو که تقسیم انجام بدین برابر با 75 نیوتن میشه پس قوه عامل یا قوه محرکی ما برابر با 75 نیوتن شد نکته ای که در سوال باز هم جالبه که برعکس هم میتونیم ما بررسی کنیم دیگه این سوال نگاه کنید فایده ای میخوانی که برابر با دو به ما داده دیگه خود دو بیشتر از یکه دیگه اینجا قوه مقاوم 150 نیوتنه و قوه عامل شما هم 75 نیوتنه اینجا نتیجه میگیریم که ماشین از طریق افزایش قوه به ما کمک کرده سوال بعدی رو با هم ببینیم گفته اگر فایده مخانیکی یک رافعه برابر با چهار باشد و اندازه بازوی محرک برابر چل سانتی متر باشد طول بازوی مقاوم چقدر است؟ خب این سوال هم ببینیم که چه قسمی حل میشه خب اطلاعات مسئله رو با هم مینویسیم گفته فایده که یک رافعه برابر با چهاره یعنی ام ای به ما داده گفته ای چهاره اندازه بازوی محرک برابر چهل سانتی متره بازوی محرک یا بازوی عامل به ما داده یعنی ال ای رو به ما داده گفته ای چهل سانتی طول بازوی مقاوم چقدر است یعنی ال آر را از ما خواسته خب این سوال چه قسمی حل کنیم چون در این سوال بازوها رو به با ما داده از قسمت دوم فرمول استفاده میکنیم میگیم که MA مساوی میشه با نسبت ال ای بر ال اینجا دیگه کار به قوا نداریم چون قوه ها رو به ما نداده ام به ما داده چهار قرار میدیم ال ای رو هم داده چهل سانتی متر ال از ما خواسته خب اینجا ال مجهوله پس ال ما مساوی میشه با چهل تقسیم بر چهار که برابر با ده میشه ده واحدش چه میشه؟ سانتیمتر دیگه احسن بر شما چون ال ای رو بر اساس سانتیمتر داده بود ما ال هم بر اساس سانتیمتر دانستیم که دریافت کنیم پس ال یا بازوی قوه مقاوم ما برابر با ده سانتیمتر شد سوال بعدی رو با هم دیگه میخوانیم گفته که فایده مکانیکی رافعه زیر چقدر است خب این شکلش ما برای شما روی تخت سیار رسم میکنم اما برای حلش با عنوان کار خانگی به شما عزیزان میسپاریم تا این سوال حل کنید به شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید تا ما پاسخهای شما عزیزان مورد بررسی قرار بدیم خب شکلش با هم دیگه رسم میکنیم خب شکل با هم دیگه رسم میکنیم یک رافعه به ما داده به این صورت اینجا تکیگای ما قرار داده اینجا نقطه نیرو یا قوه عامل اینجا قرار داده طول بازوی عامل به ما داده گفته 8 سانتی متر شما میدانید که طول بازوی عامل یعنی فاصله تکیهگاه تا قوه عامل ما اینجا F2 رو به ما داده که F2 شما میبینید یک جسم است پس در نتیجه قوه مقاوم اینجا قرار داده از این قسمت تا قوه عامل هم فاصله رو به ما داده صفر اشیاره چهار متر خب پس اینجا شد اجزایش برای شما بینیستم تا در حل مشکل نداشته باشید میگیم اینجا قوه مقاوم ما هسته اینجا قوه عامله و اینجا هم تکیگاه ما قرار داره در این سوال در راهنمایی میکنم شما رو در این سوال شما میبینید بازوها رو به شما داده بازوی عامل به شما داده فاصله تکیهگاه تا نقطه تا قوه عامل میشه بازوی عامل ما به شما داده بازوی مقاوم چی میشه فاصله تکیهگاه تا قوی مقاوم که به شما نداده شما اینجا باید خودتان با استفاده از اطلاعات مسئله بتونید که بازوی مقاومه دریافت کنید وقتی که دریافت کردید یک نسبت بگیرین فایده مکانیکی رو دریافت میکنید اما بازم یک راهنمایی دیگه کنم شاگردایی که زرنگ هستن حواسشان به درس هسته حواستشان هسته که اینجا واحد ما متر و اینجا واحد ما سانتی متر هسته خب دیگه ما چیزی نمیگم شما دیگه طبق اطلاعات و راهنمایی هایی که ما به شما عزیزان کردیم این مسئله برای ما حل کنید خب درس امروز ما هم خلاص شد ما در این درس در رابطه با فایده مخانیکی ماشین ها و نحوه دریافت از او صحبت کردیم یاد گرفتیم که اگر فایده مکانیکی ماشین ها برابر با یک شد کمتر از یک شد یا بیشتر با یک شد ماشین میتونه از چه طریقی به ما کمک کنه تا درس جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپاریم موفق و پیروز باشید